امروز میخواستیم در خدمتون باشیم، میخواستیم ارائه بدیم خدمتتون یه مبحثیه که شاید خیلیاتون اسمش رو شنیده باشید. اسمش سلولار اوتوماتا یا سلولار اوتوماتون یا ماشین سلولیه. این مبحث جز کلا ما توی کامپیوتیشنال دیزاین و توی حالا هم رشته خودمون که تکنولوژی معماری هست، حالا توی جاهای دیگه که به اسم کامپیوتیشنال دیزاین هست یا دیزاین کامپیوتینگ بعضی جاها شناخته میشه، یکی از کارهایی که انجام میدن یا یکی از اتفاقایی که میفته توی ریسرچ ها به این ترتیب هست که ما میایم بین میایم توی علوم مختلف سرچ میکنیم ببینیم چه دستاوردهایی داشتن، به چه چیزایی رسیدن، یعنی تحقیقاشون چه نتایجی داشته، مثلا چه ابزاری به وجود اومده یا اینکه چه خروجی تئوریکالی داشته. به عنوان مثال مثلا تو بیولوژی اون استادی که تو روی موجودات زنده اتفاق میفته چه خروجی داشته، چجوری تونستن شبیه سازی بکنن اون عمل کردش رو و اون بهینه بودن اون عملیات ژنتیکی که تو اون موجود زنده اتفاق افتاده طی سالیان دراز چی باعث شده و اون الگوریتم پشتش چی هست. در واقع مثلا همون به عنوان مثال الگوریتم ژنتیک که حالا اومدن ازش تو علوم مختلف ازش استفاده کردن، یا مثلا پوست جانداران مختلف حالا با احتمال زیاد دیدید توی استادیای مختلف که مثلا اومدن ببینن چی باعث شده که اینقدر چقدر این عمل کرده جالبی که داره نشون میده از چی اومده و حالا چیزای این شکلی. یا مثلا توی علوم مثلا مکانیک یک سری ابزار درست شده، یک سری ابزار تولید شده طی سالیان مختلف که معمولا اینجوریه که در ابتدا در علوم نظامی یا ابتدا در جنگ ها مثلا ازش استفاده می شده و به تدریج وارد علوم دیگه شده که معمولا هم آخرین علمی که بهش اضافه آخرین حوزه ای که این علوم واردش میشه معماریه. مثلا همین دستگاه های CNC و نمیدونم اون ربات های کوکا و چیزای این شکلی. در واقع میخوام بگم که ما باید چیز بکنیم، ما باید بریم توی علوم مختلف و رشته های مختلف، چون رشته اون یه رشته میان رشته یه، باید بریم تو فیلد مختلف ببینیم چی میتونیم بکشیم، چه چیز جالبی هست که ما میتونیم برای مسائل معماری ازش استفاده بکنیم یا برای مسائل طراحی ازش استفاده بکنیم. سلولار اوتوموتا هم یک بخش خیلی کوچیکی از اوناست، یعنی یه نمونه است، در واقع یک مثاله که ما میتونیم بش یعنی در واقع میتونیم اینو مثال بزنیم که حالا این هست، میتونید چیزا دیگه هم برید ببینید، میتونید ریسرچ های مختلف تو حوزه های مختلف هم برید ببینید. حالا اینکه چرا سلولار اتومات انتخاب شده، دلیلش اینه که یک اون شکل و شمایلی که در انتها در میاد و اون ظاهر قضیه در واقع یک فضایی که به معماری یه ذره میتونه نزدیک باشه، میتونه یه مقداری ملموستر باشه برای حل مسائل معماری، یعنی یه ارتباط خیلی خیلی ظاهری میتونه به معماری داشته باشه. ولی باز این مسئله ای که بیولوژیکاله، یعنی یه چیزیه که تو علم بیولوژی بهش رسیدن و حالا ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، میتونیم ازش استفاده نکنیم، ولی این مثالی از این علومیه که خدمتون عرض کردم و میتونیم به کار بگیریم. خب بخوایم بریم وارد سلول اتوماتا بشیم یا سلول اتوماتون یا ماشین سلولی اسمای دیگه‌ش هست. وارد تاریخچه‌اش نمیخوام بشم چون حالا تاریخچه این اونقدر رو مهم نیست.
حالا تاریخش هم باز میتونید توی حالا ویکیپدیا، نمیدونم سایت های دیگه، کلی سایت هست که میتونید راجع به سلول اتوماتون اطلاعات کسب بکنید، که مثلا کی اولین بار کانسپتش رو داده، کی اولین بار فلان کرده، که اونقدر مهم نیست، اون عمل کرده مهمه و اون کاربرد مهمه یه مقداری برای ما. ولی به صورت مختصر بخوام بگم، خب کانسپت قضیه در سال 1940 توی یه لابراتواری به آقای اولام و نیومن کانسپت قضیه رو عنوان میکنن و بهش میرسن. بعد از 30 سال آقای کانوی، آقای جان کانوی که دو سه ماه پیش اگه اشتباه نکنم مردن، یک کانسپتی از این ارائه میدن، اینو یه مقداری در واقع بخوام خودمونی بگم دیولوب میکنن و به یک الگوریتم گیم آف لایف میرسن، یا همین اسمش هم به الگوریتم گیم آف لایف میرسن، که خیلی باعث میشه که این حوزه جالب بشه از نظر عموم، از نظر یعنی بیشتر مورد توجه در واقع قرار میگیره این سلول اتوماتا. تا قبل از این زیاد مورد توجه نبوده، ولی بعد از اینکه آقای جان کانوی اینو ارائه میده خیلی معروف میشه، و در این حد که خب خود جان کانوی خیلی ریاضیدان خیلی معروف بوده، ان تا ریسرچ داشته، ان تا حالا نظریه های مختلف ریاضیات داده، ولی آقای کانوی رو به گیم آف لایف میشناسن و تا آخر لحظات عمرش هم همه اونو به اسم گیم آف لایف شناختن، و از اینام به مقداری ناراضی بود چون خیلی کار دیگه کرده بود. و 10 سال بعد در سال 1980 هم آقای استفان وولفرام یک مقاله ارائه میده به اسم A New Kind of Science، که تو اون مقاله چند تا سوال مطرح میکنه. یکی اینکه آیا فضای پیرامون ما فضای دیسکریت شده است، فضای شبکه‌ای و حالت فاینت المنت یا نه، یا حالت پیوسته است، و اینکه میاد یک شیوه جدید فکر کردن رو میاد ارائه میده در واقع، و با همین ماشین سلولی میاد میگه که ما میتونیم مسائل رو به یه روش های دیگه هم حل بکنیم. همیشه روش ها تاپ داون نیست، همیشه روش ها به صورت کلی نیست، میتونیم یه جور دیگه هم فکر کنیم، میتونیم در هر مسئله یک روش دیگه میتونیم داشته باشیم برای حل مسائل مختلف. و میگه که این ماشین سلولی یک الگوریتمیه که میتونه خیلی تو علوم خیلی مختلفی میتونه کاربرد داشته باشه، هم میتونن ازش استفاده بکنن، میتونن بهینه‌سازی مختلفی میتونن باش انجام بدن تو علوم مختلف، و اینو اثبات میکنه تو اون مقاله. خب سلول اتوماتا یک همچین ظاهری داره و به صورت کلی سلول اتوماتا یه چیزیه که الان در علوم ریاضیات، در علوم بیولوژی، در علوم شیمی، فیزیک و علوم مختلفی وارد شده، و یکی از جنبه هایی که خیلی جالبش کرده قضیه رو اینه که توی علم بیولوژی اینو اومدن توی یک سری از گونه های جانداران هم دیدن در واقع، مثلا پوست در پوشش یک سری از گونه های جانداران، مثلا در صدف ها، در نمیدونم پوست یک سری از حیوان ها، یک سری پترن هایی ساخته شده که دیدن این خیلی انگار داره از ماشین سلولی تبعیت میکنه، و به این هم رسیدن، یعنی این هم ثابت شده که همین پوسته مثلا صدفی که در تصویر سمت راست میبینید
بر همین اساس ساخته شده. یعنی یک سری کیسه های رنگی بودن در لبه این صدف، بعد از رشد و اون شکلگیری اون پوست صدفه با قوانین محلی این پترن در واقع شکل گرفته، با یک سری قوانین محلی که حالا در ادامه بهتون میگم این پترن شکل گرفته و این خیلی قضیه رو جالب کرده. انگار اون الگوریتم ها و اون داستان های این شکلی انگار تو طبیعت هم هست، انگار یه الگوریتم پشت این در واقع صحنه طبیعت هست که میاد اینا رو شکل میده و باعث به وجود اومدن این ظاهری که میبینید میشه. به صورت کلی خب حالا سلول اتوماتا، قبل از اینکه حالا بخوایم وارد اون الگوریتمش بشیم، چند تا حالت مختلف داره، یک بعدی، دو بعدی، سه بعدی و حالا دیگه هر بعدی که شما میتونید در انتهاش بذارید و میتونید مثلا چهار بعدی، پنج بعدی، شش بعدی، هر بعدی که بخواید میتونید خودتون بزنید، ولی به یک بعدی و دو بعدیش خیلی معروفه. ظاهر یک بعدیش به این شکله که حالا از این اومدن یک سری، میگم همونجوری که قبلا گفتم، مثلا تو علوم کامپیوتر اومدن از این استفاده کردن، مثلا یک سری رمزنگاری ها با توجه به این انجام دادن، مثلا برای به وجود آوردن اعداد رندوم یا پترن های رندوم و کد هایی که پشت اینا هستن خیلی پیچیدن، قابل پیش بینی نیستن و به این ترتیب. آقای ولفرام هم یک سری ویژگی هایی برای این اطلاق کرده، برای سلول اتوماتا اطلاق کرده که این ویژگی هم یکیش اینه که خیلی پیچیدگی زیادی دارن، از قوانین ساده ای ساخته شدن و قابل پیش بینی هم نیستن. یه مقداری بخوام وارد اون الگوریتم شکل‌گیری سلول اتوماتا بشیم. خب سلول اتوماتا فضا رو به یک سری سلول ها تقسیم میکنه، یعنی فضا رو به صورت یک سطح پیوسته نمیبینه، به یک اون رو تقسیم میکنه به یک سری جزء در واقع، یعنی فضا کاملا گسسته است. یعنی فضا مثل این سلول هایی که میبینید قابل جدا شد، قابل تفکیک هستند و میتونن جداگانه در نظر گرفته بشن. این اولین قانونیه که سلول اولین قانونی که برای سلول اتوماتو باید در نظر داشته باشید و باید بدونید و برای هر بعدی هم که در نظر میگیرید این قانون هست. فضا به صورت فضا دیسکریت شده است، فضا جز جز شده است، تقسیم شده است. قانون دوم اینه که هر سلول، هر فضا دو حالت میتونه داشته باشه. هر سلول دیگه، هر کدوم از اینا رو اسمش میذاریم سلول، هر کدوم از این سلول ها میتونه دو حالت داشته باشه، آن و آف، یعنی سفید یا سیاه، صفر یا یک. و همونجوری که میبینید یه سری از این سلول ها سفیدن، یه سری سلول ها سیاه. خب این قانون دوم بود، همونجوری که گفتم حالا آن و آف، دید اور الایف، صفر یا یک و ترو اور فالس، پس دو حالت بیشتر ندارن. قانون سوم چیه؟ قانون سوم میگه که ما یک حالت اولیه معمولا باید داشته باشیم، حتما باید داشته باشیم، همیشه ما باید، یعنی همیشه باید یک حالت اولیه باشه، نمیتونیم ما بدون حالت اولیه این قانون رو، این الگوریتم رو پیاده بکنیم، یا اصلا همون چیزی هم که تو طبیعت ما گفتیم راجبش هست، اونها هم باز یک حالت اولیه داشتن که اینیشیال استیت. قانون سوم هم اینه که میگه که هر کدوم از این سلول ها باید یک همسایگی تعریف شده داشته باشن. یعنی الان تو این شکلی که میبینید سلول قرمز
دو تا همسایگی دارم، همسایگی سمت چپ همسایگی سمت راست که با رنگ آبی هم نشون داده شده. این همسایگی میتونه بر اساس قوانین ما، قوانینی که ما در نظر میگیریم، کم بشه، زیاد بشه و متناسب با اون تعریف ما باشه، میتونه متناسب با حتی مسئله ما باشه. و قانون آخر هم اینه که ما باید یک سری رول داشته باشیم، یک سری قوانین داشته باشیم که بیایم در واقع تصمیم گیری بکنیم. ما با هر کدوم، یعنی اگه بخوام به صورت کلی بگم، هر کدوم از این سلول ها که در یک فاز دیسکریت شده هستن، وضعیت خودشون رو میدونن چیه، میدونن هر سلول میدونه که مرده است یا زنده است یا سفید یا سیاهه. بر اساس همسایگی های تعریف شده برای حالت بعدی خودش میاد تصمیم گیری میکنه که بمیره یا زنده بشه. خب این سلول اتومات یک بعدیه، یک بعد داره همونجوری که اینجا گفتیم، همونجوری که تصاویرش اینجا دیدید. حالت اول در این فضای ردیف اول شکل میگیره، در جنریشن صفر شکل میگیره حالت اول، که همون حالت رندومه یا حالت اینیشیال استیت که از اول باید داشته باشیم. ما بر اساس قوانین محلی هر کدوم از این سلول ها میان تصمیم میگیرن و برای جنریشن یک وضعیت خودشون رو مشخص میکنن. یعنی مثلا و در جنریشن صفر این سلول میاد بر اساس وضعیت خودش و وضعیت همسایگیاش میاد تصمیم میگیره که بر اساس قوانین ما تصمیم میگیره که این سلول در حالت بعدی در جنریشن یک بمیره یا زنده بشه، سفید باشه یا سیاه باشه، آن باشه یا آف باشه، و به این ترتیب جنریشن بعدی ساخته میشه. دوباره این حالت بررسی میشه و این قوانین روی جنریشن یک اعمال میشه، جنریشن بعدی ساخته میشه و همین ترتیب تا هر جنریشنی که ما بخوایم میتونیم این رو ادامه بدیم. این تفاوتی که با این چیزی که راجع به سلول اتومات یک بودی به صورت کلی گفتم، تفاوتی که با ایجنت بیسد مدلینگ داره چیه؟ تفاوتش اینه که در سیستم ایجنت بیسد مدلینگ، خب ما برای حل مسائل فیزیکیمون یا هندسیمون یا هر مسئله که داریم یک سری ایجنت داریم. اون ایجنت ها خودشون یک سری قوانین ساده دارن، یک سری قوانین پایه‌ای دارن که هر کدوم از اون ایجنت ها وقتی که اون عملیات خودشون رو بر اساس همسایگی خودشون میان انجام میدن، به طور کلی یک مسئله کلی حل میشه که حل کردن اون مسئله کلی خیلی پیچیده است. ویژگی که داره اینه که اون کاری که هر کدوم از اون ایجنت ها میکنن خیلی ساده است و در کل یک مسئله خیلی پیچیده حل میشه. اون ایجنت ها میتونن حرکت بکنن، میتونن همسایگیشون عوض بشه، میتونن و حالا بسته به اینکه دقیقا ایجنت بیس مدلینگ چه نوعی هست میتونه متفاوت باشه. ولی در سلول اتومات ها فضا در واقع میاد تصمیم گیری میکنه، یعنی ما یک ایجنت ثابت نداریم که بیاد یک کاری بکنه. اون فضا، هر کدوم از اون سلول های فضا یک ایجنت میتونه تلقی بشه که همسایگیش هم ثابته، همسایگیش موقعیتی ثابته، حالا میتونه مرده باشه یا میتونه زنده باشه. برای مثال مثلا توی این همسایگی در جنریشن بعدی تغییر نمی کنه، همسایگی بازم سمت چپ و راسته، ولی وقتی که یک در سیستم ایجنت بیس مدلینگ اون ایجنت میتونه حرکت بکنه، میتونه جاش تغییر بکنه، میتونه همسایگیش عوض بشه، میتونه بر اساس نیروهایی که بهش وارد میشه شرایط مختلفی رو تجربه بکنه. خب حالا بریم سراغ قوانین سلول اتومات یک بعدی. قوانینش به این ترتیب هستش که خب ما اه
هر سلول و سلولای همسایگیش سه تا سلول رو تشکیل میدن، یعنی سلول سمت چپ خود سلول و سلول سمت راست. یعنی اگه بخوایم یکی از شرایط سلول اتوماتور رو بخوایم تصور بکنیم، یک حالت رو بخوایم در نظر بگیریم و تصور بکنیم، اینجوریه که سلول قرمز سلول اصلیه، سمت خودش رو باید در نظر بگیریم، سمت چپیش و سمت راستیش. پس سه تا سلول ما داریم، هر کدوم از این سلول ها میتونن مرده باشن یا زنده باشن. پس هر سلول هم دو حالت میتونه داشته باشه. پس در نهایت ما دو به توان سه حالت میتونیم داشته باشیم، یعنی ما 8 حالت مختلف میتونیم داشته باشیم که همینجوری که میبینیم میتونیم سلولی داشته باشیم که خودش مرده باشه، سمت چپ و راستیش هم مرده باشن، یعنی مثلا سه تا سلول آف باشن. حالتی داریم که سلول خودش مرده باشه، چپیش مرده باشه، راستیش ولی زنده باشه و الی آخر. یعنی اگه بخوایم با عدد بگیم 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 که این 8 حالت. سوال پرسیدین؟ اینی که میشه بپرسین سوالتون رو، یعنی با تکس نپرسین. وایس بفرستین یا نمیدونم اون میکروفونتون رو فعال کنید. خوب باش. خب پس هر سلول میتونه هم خودش هم همسایگیش 8 حالت رو تجربه بکنه. این 8 حالت ما برای اینکه ما میخوایم یک قانونی وضع بکنیم، ما میخوایم چیکار بکنیم؟ ما میخوایم بگیم که ما میخوایم خیلی ساده در واقع یه کاری بکنیم که این 8 حالت رو تغییر بتونیم بدیم. یعنی ما در واقع بذاریم اینجوری بگم، مثلا ما میخوایم بگیم که در حالت 0 0 0 حالت بعدی این سلول وسطه چی باشه. این جنریشن 0 بود دیگه، قرار بود ما جنریشن 1 رو درست بکنیم. یعنی در واقع این سلول بر اساس همسایگیاش قرار بود حالت بعدی خودش رو تشکیل بده، یعنی پیدا بکنه. این تصمیم گیری بنا به تصمیم گیری ماست دیگه، یعنی ما میتونیم اینو تغییر بدیم. ما میتونیم تصمیم بگیریم که اگر همچین حالتی داشتیم حالت بعدی این وسطی چی باشه، مثلا مرده باشه یا زنده باشه. خب پس بنابراین ما میتونیم یک رول تعریف کنیم. مثلا الان اینی که الان ما اینجا نوشتیم این یک روله، یک قانونه. قانونی که داریم میگه که اگر همچین حالتی بود بشه سلول وسطی بمیره، اگه همچین حالتی دیدید سلول وسطی زنده بشه، اگه همچین حالتی سلول وسطی دوباره زنده بشه، یا در واقع اینو نمیتونیم بگیم زنده بشه، اینو میتونیم بگیم در واقع زنده بمونه، اینم میتونیم بگیم بمیره. و در واقع این 8 تا عددی که اینجا تعریف کردیم، این 8 تا حالتی که اینجا تعریف کردیم در واقع یک قانونه. درسته؟ شما تصور بکنید میتونستیم به جای این 0 و 1 1000 تا حالت دیگه بذاریم. خب حالا چند تا حالت دیگه، چند تا قانون میتونیم تعریف کنیم با توجه به همون احتمالاتی که اومدیم 2 به توان 3 رو پیدا کردیم؟ ما 8 تا حالت مختلف داریم. 8 تا حالت مختلف هر کدوم 2 حالت مرده زنده میتونه داشته باشه. پس ما میتونیم 2 به توان 8 تا حالت داشته باشیم. درسته، 256 دقیقا. دقیقا هم 256 حالت مختلف میتونیم داشته باشیم. حالا ما خیلی سخته که بیایم مثلا حالا اگه تو گرافیک کار میکنیم یا تو هر چیز کار میکنیم بیایم هی این 8 حالت مختلف رو عوض بکنیم. برای اینکه این مقداری این قانون ساختنه رو، یعنی همین 8 و 0 و 1 و
ساختن رو بخوایم ساده تر بکنیم، میتونیم یه کار راحت بکنیم. میتونیم بیایم یک عدد رو بیاریم در مبنای دو، میتونیم در واقع یک دیتای دو دویی از یک عدد خاص درست بکنیم. مثلا سی در مبنای دو، این فکر نمی کنم بشه، ولی خب یک همچین حالتی میشه، یعنی یک شیوه نمایش دو دویی میتونیم از هر عددی داشته باشیم. مثلا میتونیم عدد 500 رو یک نمایش دو دویی ازش داشته باشیم که 8 و 0 و 1 به ما میده. پس یعنی قانون سی یک چیز منحصر به فرده، قانون 29 با این متفاوته، قانون 28 با این متفاوته، قانون 120 با این متفاوته و هر کدوم یک صفر و یک مخصوص خودش رو داره، یک تعداد صفر و یک مخصوص خودش رو داره. بنابراین الان همون جوری که میبینید مثلا رول سه داره میگه که، گفتم این رول سه اینجا اشتباه نوشتم، ولی خب رول سه به این ترتیبه که میشه 0 0 0 0 0 4 تا 1 0، یعنی نمایش دو دویی این عدد سی میشه این. و بنابر این وقتی داریم اینو تعیین میکنیم داریم میگیم که اگر 3 تا 1 داشتیم بشه بمیره سلول بعدی، اگه دو تا چپی زنده بودن سمت راستی مرده بود، سلول در حالت بعدی بمیره و الاخر. در واقع داریم خیلی راحت این قانون رو درست میکنیم، این نمایش دو دویی چیز عجیب غریبی نیست، این موقعی داریم راحت ترش میکنیم. همونجوری که میدید مثلا بر اساس قانون سی اگه یه همچین حالتی داشتیم، حالت بعدی جنریشن بعدی میشه مثلا یک یا زنده. مثلا الان این یه گیفیه که خیلی قشنگ توضیح نشون داده، مثلا ما برای اون الگوریتمی هم که در انتها میخوایم کار بکنیم باید به این ترتیب کار بکنیم، یعنی هر سلول رو بیایم به ترتیب انتخاب بکنیم، حالت چپ و راستش رو ببینیم، حالت خودش رو ببینیم، بر اساس قانونی که از قبل تعیین کردیم ببینیم که در این حالت سلول بعدی چی میشه. الان نگاه کنید اینو از اولی شروع میشه، اولی مرده بود، بعدی مرده بود، بعدی زنده شد و الاخر باید جنریشن بعدی رو باید درست بکنیم. مثلا این الان داره رول سی رو درست میکنه. در واقع اون چیزی که جالبه برای خود من جالبه اینه که این اتفاقی که داره توی اون موجودات زنده هم میفته. موقع رشد هر سلول، هر کیسه رنگی که توی اون سلول های پوست جانداران هست میاد، بعد یعنی موقع رشد این تصمیم گیری اتفاق میفته و سلول بعدی و ردیف بعدی در واقع میاد شکل میگیره بر اساس این. این سلول اتومات های یک بودی و یا الیمنتری سلول اتومات هایی که اگه شما الان نشون دادم، حالا اگه قانون سی رو اعمال بکنیم یک همچین پترنی خواهیم داشت که ثابت هم هست. رول 54 به این ترتیب، 60 اینجوریه، 94 اینجوریه و الاخر. در نهایت من میخوام دو تا چیزم با هم دیگه، تجربه دو تا هم سلول اتومات یک بودی و دو بودی با هم دیگه داشته باشیم توی گرستاپر. سوال پرسیده بودیم. اولی و آخری رو همسایگیاش رو باز اونو باید خودمون تعریف بکنیم که تو این جور موقع میان دو کار میکنن، میان یا میگن که یا میگن اصلا سلول اولی و آخری رو نبینید چون همسایگی آخری همسایگی راست نداره، اولی همسایگی چپ نداره، یا اینکه میان یه پیشورزی در نظر میگیرن، میگن آقا اگه به این سلول رسیدیم که همچین فضایی اصلا نبود مرده در نظر بگیریم. باز اینم تعریف خود اون کسی که داره با الگوریتم کار میکنه، که مثلا من خودم اونو مرده مثلا در نظر میگیرم، یا اصلا من اصلا در نظر نمیگیرم، من میام از سلول یک شروع میکنم تا سلول یکی مونده به آخری، اینجوری بهتره.
که انگار در واقع ما فضا رو اومدیم کوچیکتر کردیم، ولی با این تفاوت که همه حالا دیگه همه همسایگی دارن. که باز این نمونه های طبیعیش هست. خب حالتی که آقای جان کانوی، اگه اشتباه نکنم اسمش رو، آقای کانوی اومد استفاده کرد سلول اتومات های دو بعدی بود. سلول اتومات های دو بعدی اینجوریه که فقط فضا دو بعدی میشه، فضا دو بعدی میشه و حالا بقیه قوانین هم متناسب با اون تغییر میکنه. فضا دیگه چیز نیست، دیگه یک بعدی نیست، به صورت ایکس و وای در نظر میگیریم. فضا رو به صورت ایکس و وای در نظر میگیریم و همه چیز دیگه میتونه دو بشه. مثلا الان فضا به صورت ایکس و وای تعریف میشه، هر کدوم از اون سلولا میتونن یه حالت صفر و یک داشته باشن، حالت آن و آف داشته باشن، حالت دد اور لایف داشته باشن. حتما حتما باید یک حالت اولیه داشته باشیم که اون حالت اولیه میتونه رندوم باشه، یک شبکه از صفر و یک رندوم میتونیم داشته باشیم. همسایگی ها اینجا متفاوته، همسایگی میتونه تعریف های مختلفی داشته باشه، ولی همسایگی که خود کانوی میاد توی گیم آف لایف تعریف میکنه این همسایگی هست. یعنی 8 تا همسایگی میتونه تعریف کرده و حالا میتونه این متفاوت باشه، میتونه مثلا این 4 تا باشه و 4 تای بعدی دیگه از این کنجان در نظر گرفته نشه، میتونه این 4 تا باشه. باز بنا به مسئله ای که قراره حل بشه و بر اساس اون میتونه این همسایگی ها تغییر بکنه. سوال داشتیم باز؟ آه خب پس اینم از این همسایگی ها بود و حالا قوانینی که میتونه مرده و زنده بودن یا زنده موندن یا کشته شدن هر سلول تعریفش در واقع. خب قوانین هم میتونه الان برای این قانون اون شکلی نداریم، قانونی مثل قانون اون دو دویی نداریم، اون در واقع اعداد باینری نداریم، ولی مثلا میتونیم بگیم آقا اگر زیر دو تا همسایگی داشت بمیره، اگه بیشتر از مثلا 4 تا همسایگی داشت بمیره، 3 تا داشت زنده بمونه، به وجود متولد بشه. و حالا قوانین رو میتونیم اینجوری در نظر بگیریم و میگم چون تعداد همسایگی‌ها و حالات زیادی داریم، این یه مقداری قانون درست کردنه یه مقداری سخته، مگه اینکه یه مقداری اون روش قانون ساختن رو بیایم ساده تر بکنیم. خب برای اینکه ما آها خب حالت اول که گفتیم تو جنریشن صفر اینجور تعریف میکنیم، حالت دوم میتونه به جای این قرار بگیره، یعنی میتونه حالت اول کامل پاک بشه و حالت بعدی روش قرار بگیره، به جاش قرار بگیره، یا اینکه نه ما میتونیم اینو به صورت یک، به اصطلاح میتونیم به صورت یک ساختمان ببینیم، حالت اولی طبقه اوله، حالت دومی طبقه دوم، سوم و الی آخر. یعنی این تغییره در واقع توی ارتفاع بیاد شکل بگیره، که این حالتیه که ما بیایم هر جنریشن رو به جای جنریشن قبلیش بذاریم، یعنی این در واقع جای جنریشن قبلیش قرار میگیره، که چند تا حالت مختلف هم داره، یعنی یا اکسپند میشن اون سلور اتوماتا یا اینکه آن استیبله، یعنی از بین میره، یعنی اینا اینقدر کار میکنن که خود همشون رو میکشن، یا اینکه نه اصلا همه سلول ها به وجود میان و همه سلول ها متولد میشن و کل فضا میشه سلول زنده. این یک شمای کلی از سلول اتوماتای دو بعدیه. حالا چیزی که جان کانوی میاد ارائه میده یک حالت خیلی خیلی خاص از سلول اتوماتای دو بعدیه به اسم
Game of Life یا Life Like Cellular Automata، که اینو میتونید خودتون ببینید. این خود آقای کانوییه که میاد راجع به سلول اتوماتا میگه، فقط نمیدونم صداش مشکل داره یا نه. اینو بگید صداش چجوریه. صداش چجوریه؟ خوبه؟ کار میشه کرد. کاری نمیشه کرد. ببینید چیزه، میتونم این فیلمی که توی یه چیز گذاشتم حالا پیدا میکنم واسه تو میفرستم، ولی حالا من همینجوری حرفایی که میزنه رو همینجوری براتون ترجمه میکنم. صدامونم صدام شیر کردم. خب حالا کاری نداریم، چیز خاصی هم نمیگه. حالا خب الان که داره میگه که متنفره از اینکه از کل اون از همین الگوریتم گیم اف لایف متنفره، به خاطر اینکه اونو همه کانوی رو به این اسم میشناسن. داره میگه که چه میدونم خیلی کارای جالب دیگه کرده، ولی خب متاسفانه همه اونو به این اسم میشناسن. هنوز داره میگه متنفر از این قضیه. اینجا منطقش رو میخواد توضیح بده. خب ما برای در هر کدوم از این فضاها یک حالت اولیه داریم، که یک سری از سلول‌ها میتونن دو حالت داشته باشن، یک میتونن زنده باشن یا مرده باشن، و این سلول وسطی سلول اصلیه و میتونه همسایگی داره. 8 همسایگی داریم برای هر سلول. اگر تعداد همسایگی از 4 تا بیشتر باشه، به خاطر اوور پاپولیشن از بین میره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فود کافی نیست و اون سلول از بین میره. اگه یک همسایگی داشته باشیم، به خاطر تنهایی و حالا ایزوله بودن طرف، اون سلول باز میمیره. یه سلول زنده ای باشه در واقع. حالت قبلی هم اگه سلول زنده ای. اگر دقیقا 3 تا سلول زنده داشته باشی، یک سلول مرده میتونه زنده بشه. مثل این شکلی که یک سلول میتونه زنده بشه اگر دقیقا 3 تا همسایگی داشته باشه. و اگر یک سلول زنده 2 یا 3 تا همسایگی داشته باشه میتونه زنده بمونه. پس 4 تا قانون شد. و اینو اگه جنریشن مختلفشون ببینیم، تغییر رو توی این پروتئین سلول ببینیم.
الان سلول وسطی به خاطر اینکه 4 تا همسایگی داره میمیره به خاطر overcrowding و اونم به خاطر isolation میمیره و این حالت دوم رو میسازه، یکم انگار موو میشه، دارین حرکت میکنه و به این شکل یک ایجنت متحرک رو انگار اینجا داره میگه که بیشتر شبیه انت تو گلایدر، پشیمون از اینکه چرا اسمش رو گذاشتم گلایدر. این قوانین در واقع میان اون حالت اولیه رو هر لحظه اصلاح میکنن و به حالت بعدی میرسن، در واقع این از این جهت که این قوانین لوکال میان یک کل پیچیده رو میسازن خیلی قضیه رو کرده و توی این مورد خاص هم قوانین خیلی حالت طبیعی دارن. اینجا هم که چیز خاصی نمیگه. خب همونجوری که گفتیم حالا یک فضای دو بعدی داریم، یک سری همسایگی داریم، این همسایگی برای گیم آف لایف این دو حالت میتونه باشه که حالت سمت چپی حالت اصلیه، یک قوانین خاصی داریم، قوانین 4 تاست، اگه سلول زنده داشته باشیم که کمتر از دو تا همسایگی داشته باشه میمیره به خاطر under population، و اگر سلول زنده داشته باشیم که 2 یا 3 همسایگی داشته باشه زنده میمونه، اگر سلول زنده داشته باشیم که بیشتر از 3 تا همسایگی داشته باشه به خاطر over population و کمبود غذا میمیره، و اگه یک سلول مرده داشته باشیم که دقیقاً 3 تا همسایگی داشته باشه به وجود میاد. همین گیم آف لایف هم به خاطر اینکه مثل قوانین موجودات زنده است، یعنی در واقع به خاطر یعنی هر کدوم سلول میان بر اساس اینکه جمعیت اونجا کم هست کم نیست، غذا به همه میرسه، تو جامعه که توش هستن چجوری، اگه تعداد اون جمعیتی که توش هستن زیاد باشه خب احتمال مردنش بیشتره، اگه کم باشن هم باز به خاطر کمبود خانواده احتمالا میمیره، و اسم گذاریم به خاطر اینه. حالا این باز یک سری فیلم های ساخته شده از این سلول اتوماتون.
خب حالت دوم نمایش سلول اتومات دو بوده اینه که ما ببینیم به صورت ساختمون مانند ببینیم، مثلا اینا هر حالت داره حالت هر حالت در روی حالت قبلی قرار میگیره، مثلا اگه تی آی این باشه تی آی به علاوه یک اینه، آی به علاوه دو روش قرار میگیره و این خب میتونه به ظاهر مثلا شکل ساختمون سازی خودمون باشه ولی خیلی باگ داره، به ظاهر خیلی شبیه ساختمون است ولی خب اصلا نمیشه اینا رو به عنوان یک ساختمون در نظر گرفت، چون انگار از قواعد خود اون سلول اتوماتا درست استفاده نشده، از این در واقع خود اصلاحی هر کدوم از اون سلول ها و فضاها انگار از این استفاده نشده، یعنی انگار سلول های اولی خیلی خامن، سلول های بالایی خیلی پخته است که یعنی در واقع اصلاح شده است که به درد نمیخوره چون پایینی هم باید همچین شرایطی رو داشته باشند. باز این یک حالت نمایش دیگه از اونه که ما ببینیم تو ارتفاع ببینیم. خب اینم یک نمایش دیگه است از اون. خب حالا اینو اگه بخوایم به صورت دو بود، سه بودی یا چهار بودی ببینیم به چه شکله؟ چون حالت قبلی حالتی که ما میایم اینو سه بودی در نظر میگیریم، خب این میتونه یک نمایش سه بودی از خود اون محصول باشه، از اون نتیجه باشه در واقع. ولی ما یک کاری که چندین سال پیش کرده بودیم، سوالی پرسیده بودیم، حقیقتش نمیدونم چه ارتباطی میتونه با مورفوجنسیس داره، چه ارتباطی با اون داره. حالا اگر بچه ها باشن، اردشیر یا آرمان اگه باشن میتونن جواب بدن. خب ما میتونیم این فضای همسایگی رو، اون فضای سلول رو خواهش میکنم، اگر ما میتونیم اون فضا رو، اون فضای دیسکریت شده رو به جای اینکه یک بعدی یا دو بعدی ببینیم به صورت یک فضای سه بعدی ببینیم که یعنی در واقع هر سلول یک کیوبه، هر سلول یک مکعبه که همسایگیاش دیگه در دو بعد نیستن، میتونن بالا پایین چپ راست باشن و این همسایگی هم باز میتونیم خودمون تعریف کنیم بر اساس تعریف یا بر اساس مسئله که خودمون داریم. به عنوان مثال، مثلا یه چیزی که حالا یه مدت پیشم بهش فکر میکردم این بود که اگر ما بخوایم این رو کاربردش رو بیاریم توی معماری، چه چیزایی میتونه مهم باشه؟ مثلا اینکه هر سلول باید یک فاز، اگر مثلا هر سلول چهار طرفش یا حالا هشت طرفش در واقع هشت همسایگیش اگه پر باشه، خب
بهتره که از بین بره، بهتره که بمیره، یا اینکه حتما هر سلول یک همسایگی خالی باید داشته باشه برای اینکه نورگیری داشته باشه. مثلا میتونه، مثلا یکی از قانونام اینه، میتونه این باشه که حتما زیر هر سلول، چون قوانین دارن لوکال شکل میگیرن، قوانین محلیان، هر سلول حتما باید یک سلولی زیرش باشه که از نظر ایستایی بتونه اونو تأمین بکنه، یا اگه قرار نیست ایستا باشه، اگه یا خیلی بخوایم های تک فکر بکنیم، حداقل مثلا اون کنج پایینش یک سلولی داشته باشه و بشه مثلا به صورت توره قرار بگیره. و یه سری قوانینی که میدونید بر اساس اون لزومات معماری یا هر الزاماتی که شما در نظر میگیرید میتونید روی این شکل بدید و اون فرمه هی بیاد خودش رو به صورت محلی و لوکال بیاد اصلاح بکنه و به یک حدی برسه. به عنوان مثال این فیلمه حالت اولیش یکی از ایناست، یعنی حالت اولیش همون اولین تصویر بود. مثلا این حالت اولیه است، حالت اولیه خیلی سه‌بعدی و کامله، حتی میتونه به اندازه ارتفاع کل ساختمان باشه. حالتهای بعدی بر اساس هر کدوم از اون سلولا، هر کدوم از همسایگی ها، هر شرایطی که اون همسایگی ها دارن میتونن هی بهتر و بهتر بشن و به چیز برسن، به اون محصول نهایی برسن. این کلیتی بود از حالا باز اینکه سه بعدیه یا چهار بعدیه رو من فکر میکنم این میتونه یک سلول اتوماتای چهار بعدی باشه، چون سه بعد که داره و بعد چهارم هم بعد زمانه که میاد رو این تأثیر میذاره و اینو شکل میده. خب ما میخواستیم یک تمرین گراسوپر هم با این داشته باشیم که حالا ببینیم چطور میتونیم اینا رو توی نرم افزاره خودمون پیاده بکنیم، چون حالا میدونم که همه اکثرا با گراسوپر کنید. این چیزی که من قبلا نوشتم، این تعداد اون سلول هایی که در عرض داریم، اینم تعداد سلول هایی که ما در طول داریم و این حالت اولیه است، حالت اولیه این دوتاست و هر و حال و جنریشن های بعدی میان روی این قرار میگیرن و اون نتیجه نهایی رو نشون میدن. خب این حالتی که مثلا حالا اینیشیل استیتش همه مردن بجز دو تاست، بجز دو تا یک و دو تا اولی و آخری زنده است فقط. این حالتیه که از همون اول مرده و زنده است، حالت اولیه، ولی همونجوری که میبینید در ادامه مسیر همه یکسان میشن، یعنی همه تقریبا با اون حالت اولیه قبلی تقریبا یکسانه، یعنی به صورت کلی. حالا میدونم که متفاوت طرحی که داریم، رول ها رو با این اسلایدر تعریف میشن که این اسلایدر میاد با تبدیل اعداد به اون نمایش دودویشون میاد اون قوانین رو شکل میده، یعنی اون قانون رول سیه در واقع، که وقتی که ما این قانون رو تغییر میدیم، مثلا میکنیم قانون 120، در واقع این قانون تغییر میکنه و کل محصول عوض میشه.
حالا دیگه میتونیم با قوانین مختلفی طرحهای مختلفی داشته باشیم. از ویژگی های همین سلول اتومات هم اینه که قوانین خیلی ساده است، ولی اون طرحی که در نهایت به وجود میاد قابل پیش بینی نیست و پیچیده است. علی هم نوشته اینجا مناسبه. خب این سلول اتوماتیک یک بعدیه. اینجا من یه دونه سلول اتومات های شبیه قانون، نه خروجی نمیتونه یکسان باشه چون قانون متفاوته، یعنی هر کدوم از اینا در واقع یک پارامتر هم دیگه، یعنی حالت اولی یک پارامتر، اینکه اون فضای دیسکریت شده ما چجوریه، یعنی مربعی، شش ضلعی، مثلثی، میتونه اون فضای دیسکریت شده میتونه هر چیزی باشه، میتونه هر گریدی شما در نظر بگیرید که میتونه گریدش مثلا هم گرید تایلینگ هایی که هست باشه، قانون متفاوت داشته تغییر میکنه، خیلی حالت خیلی خیلی متفاوتی میتونید به وجود بیارید با این. این سلول اتومات های دو بعدیه. که حالت اولیش، ببینید وقتی میگم یک سل، الان این سلول اتومات هاییه که از بین میره، یا ببخشید استیبل میشه، این الان حالت استیبله، این حالت دوباره حالت سیوله، یه حالتی هست که همه از بین میرن، اون حالتیه که بهش میگن آن استیبل، و حالت اکسپندینگ هم که کل فضا رو میگیره. این سلول اتوماتای دو بعدیه که بر اساس قانون گیم آف لایف ساخته شده، یعنی کدش بر اساس اونه، همونجوری هم که گفتیم اینجوریه که اگه دو تا سه تا همسایه، دو یا سه تا همسایگی داشته باشه، یک سلول زنده زنده میمونه، اگه یک سلول زنده کمتر از دو تا همسایگی داشته باشه میمیره، بیشتر از چهار تا همسایگی، بیشتر از سه تا همسایگی داشته باشه بازم میمیره، اگه دقیقا یک سلول هم، اگه یک سلول مرده سه تا سلول همسایگی زنده داشته باشه به وجود میاد، متولد میشه در مورد. بعد یکی از دلایل دیگه ای که اینو بهش میگن گیم آف لایف اینه که اینو توی بعضی از رشد بعضی از ویروس ها و باکتری ها هم اینو دیدن که از یک همچین منطقی پیروی میکنه. خب حالا به اگه بخوایم اینو تو حالت سه داشته باشیم، بخوایم به صورت ساختمانی در واقع ببینیم،
هر کدوم از اون لایه ها در واقع یک جنریشن رو داره شکل میده. مثلا این تصویری که اینجا میبینید الان این جنریشنه. خب حرفای من تموم شد، فقط اینکه اگر بخواید میتونم اون سلول اتوماتای یک بعدی رو براتون به صورت تمرینی کدش رو بنویسیم. باز اونم بستگی داره که بخواید یا نه. خب چون شرطی بستگی داره به چیز دیگه، بستگی داره به ما، حالت قبلیش هم میتونه در نظر بگیره. آره در حالت سه بود، در اون حالت آخری که من نشون دادم توی اسلایدر، یعنی این در واقع داره حالت، البته این هم حالت قبلیش رو نمیبینه، این داره زیریاش رو میبینه. ما میتونیم یه قوانین خودمون تعریف کنیم. ببینید این یه الگوریتمه، این یک در واقع یک نوع الگوریتم نمیشه، اسم یک شیوه فکر کردنه که شما میتونید از این برای هر مسئله استفاده بکنید و هر جوری که دوست دارید مسئله رو عوض بکنید. میتونید اون شیوه حل مسئله رو میتونید عوض بکنید. چرا نه، میتونید قشنگ اون حالت قبلی هم در نظر بگیرید. اگر مهمه، اگر از نظر الگوریتمی که کاری نداره و از نظر توجیه پذیر بودنش هم میتونید توجیه داشته باشید، توجیه تو دیزاینتون، تو هر چیزی که دارید میتونید داشته باشید و بر اساس اون توجیه بیایید حالت قبلیش رو در نظر بگیرید و اونو تغییر بدید. و چون یک مسئله هم هست که زیاد بهش پرداخته نشده، یعنی زیاد پرداخته شده از نظر اینکه حالا خیلی عکس مثلا از این سلول اتوماتای دو بعدی سه بعدی میتونید تو اینترنت پیدا کنید، ولی اینکه یک خروجی خیلی معماری موجه نمیدونم قابل دفاع داشته باشه، حداقل من زیاد ندیدم. میتونید خیلی، منظورم اینه که جا کار داره، خیلی میتونید ازش استفاده بکنید. بعدهای پنجم دیگه مثلا بعد چهارم که همون زمان بود، بعد پنجم رو مثلا میتونه رنگ باشه، میتونه چیزایی باشه که فیزیکی نیستن در واقع، مثلا یکیش رنگه، میتونه مثلا صدا باشه، نمیدونم یک چیزی که دیگه حالت فیزیکی نیست و میتونه روی این تأثیر داشته باشه. توی دنیای ریاضیات امکان پذیر هست با همین رنگ و این، ولی در دنیای فیزیکی بیشتر از سه بعد ما نمیتونیم داشته باشیم. بعد چهارم که حتما زمان میشه، بعد بعدی میشه رنگ و حالا مسائل اون کیفیت های اون مؤلفه های کیفی دیگه. به صورت فیزیکی ما نمیتونیم یک بعد دیگه به این اضافه بکنیم. خب حالا خواهش میکنم بریم سراغ این که کدش کد سی شارپه. میتونم در اختیارتون بذارم از اینجا به بعدش که کارهای گراسوپریه، ولی این یه کد سی شارپه که میذارم حالا توی گروهتون، تو همین اسکایپ هم میتونم بذارم. این چیز خاصی نیست، این فقط اومده این چهار تا قانونه در واقع، این تعریف همسایگی هاست و اونم مش اولیه ساخته شده در واقع. یک مش هی داره رنگی میشه و اون رنگی هی داره عوض میشه. اول اینجا که مشی ساخته میشه، مش مربعی، حالا با طول عرض مختلف، اصلا طول عرضش هم باز میتونیم
متفاوت در نظر بگیریم، بیشترش کنیم. این حالت من اینجا در واقع اومدم یک حالت، یک مش رنگی، یک در واقع اون رنگ های حالت اولیه رو در واقع درست کردم. اصلا گفتم پیش این نقطه یک سری سلول زنده داشته باشیم. حالا این سلول زنده چجوری رشد میکنن؟ بر اساس همون قوانین گیم آف لایف که هیچ سلولی که همه همسایگیاش پر باشه، یعنی اینکه بیشتر از 3 تا همسایگی داشته باشه میمیره، یک فضایی رو الان دارید میبینید که هیچ جاش تراکم عجیب غریبی نداره و این خیلی مثلا میتونه برای یک مسئله یک مسئله رو میتونه حل بکنه. یک مسئله که فضا مهمه، همسایگی مهمه. خب برای اینکه ما بتونیم یک همچین چیزی رو بنویسیم، اول باید بتونیم لوپ بنویسیم. همون جوری که میدونید توی گراسوپر نمیشه لوپ نوشت بدون کمک گرفتن از سی شارپ و یا پایتون و یا ویژوال بیسیک نمیشه لوپ نوشت، مگه اینکه بیایم از یک سری پلاگین به اسم انمون یا هوپ اسنیک استفاده کنیم. تنها پلاگین هایی هستن که میان چیز می نویسن واسه ما، لوپ در واقع تعریف میکنن. لوپ چرا حالا لوپ هدف از اینکه ما لوپ می نویسیم اینه که با بتونیم یک چرخه بازخوردی داشته باشیم. ما یک عملیات رو میخوایم بنویسیم، این عملیات یک خروجی داره، این خروجی قرار آنالیز بشه و ورودی الگوریتم همون الگوریتم قرار بگیره. یعنی حالت اولیه رو ما داریم، قوانین روی این اعمال میشه، یک خروجی به ما میده، اون خروجی باید آنالیز بشه، مثلا صفر و یکاش کدومن، همسایگیاش صفر و یکی دارن یا ندارن، چه تعداد دارن. این تازه میشه دوباره حالت اولیه ما، دوباره این قوانین روش اعمال میشه و حالت بعدی رو ساخت میسازه. دوباره این نتایج بر میگردن به اول الگوریتم، قوانین اعمال میشه، خروجی تولید میشه، دوباره خروجی میشه حالت میشه اول الگوریتم و همین چرخه تا آخر ادامه پیدا میکنه. پس ما یک چرخه داریم، یک چرخه بازخوردی داریم. هر چرخه باید فیدبک بگیره از نتیجه، این نتیجه باید آنالیز بشه، الگوریتم روش اعمال بشه. یعنی هر مرحله باید یک الگوریتم ثابتی روش داشته باشیم. پس از لوپ استفاده میکنیم، از این پلاگین ها میتونیم استفاده بکنیم. اگر نمیدونید اینا چیان، اگه کار نکردید، من به صورت خیلی مختصر میگم شیوه کار کردن باشون چجوریه. ما در پلاگین انمون، این الان پلاگین انمون که خیلی مختصره، 4-5 تا کامپوننت بیشتر نداره، این دوتا کامپوننت برای ما مهمه، یکی لوپ استارت و لوپ اند. لوپ استارت که اینه، لوپ اند هم اینه. حالت اولیه در موقعی که ما میخوایم یک لوپ بنویسیم، باز نمیدونم چقدر راجع به لوپ و این چیزو تا حالا شنیدید یا کار کردید، اگه کار کردید بگید ببینم.
خب عالیه. اگه همه کار کردید که دیگه دنبال اون منطق خود انمون نمیریم و خود چیز رو بررسی میکنیم. خب خوبه، همه کار کردن. خب ما پس باید یک حالت اولیه درست بکنیم. من اینو دیسیبل میکنم. خب ما اول باید یک حالت اولیه داشته باشیم. حالت اولیه اصلا اولین چیزی که ما باید داشته باشیم، ابتدایی ترین چیزی که باید داشته باشیم، همونجوری که اینجا گفتیم، یک سری حالت اولیه اینه. ما باید به تعداد طول اون فضامون، یعنی مثلا اگه طول این شیشه یا مثلا طول اون شکلی توی که حساب داشتیم 20، ما باید 20 عدد رندوم بین 0 و 1 درست بکنیم. حتما لزوما میتونه رندوم نباشه، ولی خب رندوم خیلی دیگه، چون معمولا کسایی که حالا با گراسوپر رو این چیز کار میکنن زحمت به خودشون نمیدن، با سریع ترین روش ها میخوان یک مسئله رو حل بکنن، پس اون عدد رندوم بهتره. من به تعداد اون سلول هایی که در طول دارم میام عدد رندوم درست میکنم. این کامپوننت رندومه. اینجا توی ورودی از ما دامنه میگیره که بین چند و چند عدد رندوم درست کنه. این که بین 0 و 1 هست. منتها توی خروجی به ما چی میده؟ توی خروجی به ما عدد اعشار میده. اینجا یک آپشنی داره که اینتجر بده، یعنی عدد صحیحش کنه. اینجوری میتونیم عدد رندوم تولید بکنیم. این اعداد رندوممون به این شکل ساخته میشن. همونجوری که میدونید باید با این دی صفر دیتای ورودی به اون لوپ باید از دی صفر وارد بشه، پس من این اعداد رو به این میدم، به دی صفر میدم. این داره به میگه که چند تا ریپیت بشه. من فعلا میذارمش روی صفر، یعنی یک بار این اتفاق بیفته. یه دونه تریگر هم میدم به این، یه دونه بولین تاگر هم میدم به ورودی تریگر که یک بار این اتفاق بیفته. این دوتا رو برای همدیگه تعریف میکنم که بدونن اینا همدیگه رو بشناسن و اطلاعات رو بتونن بین همدیگه منتقل کنن. وقتی سفید شد یعنی این اینیشیال استیت من میتونه کار بکنه. خب حالا این همون اولین حالت من دیگه. برای اینکه ما بتونیم همسایگی رو پیدا بکنیم، خب همسایگی صفر قبلش که نیست، میتونه بعدیش رو در نظر بگیره. میتونیم بعدیش رو در نظر بعدیش همسایگی قبلش یکه، بعدیش صفره، و به این ترتیب ما میتونیم قبلی و بعدی اینو پیدا بکنیم. برای اینکه با یه کامپوننت بتونیم همسایگی ها رو پیدا بکنیم، همون جوری که باز میدونید احتمالاً یه کامپوننتی هست به اسم relative item در واقع. این relative item از ما ورودی رو میخواد، یعنی از ما اعداد رو میخواد، از ما دیتا رو میخواد، حالا میتونه اعدادم نباشه، از ما دیتا رو میخواد، دیتا تیری رو در واقع میخواد. میگه که توی این دیتا تیری من کدوم همسایگی رو در نظر بگیرم یا بدم بیرون. من میگم که همسایگیه، من میگم توی همون شاخه، شاخه صفر، همسایگی قبلی تو ببین.
کاری که برای این میخوام انجام بدم اینه که اگر اینو دیدیم، اگر به یعنی برای آیتم اول آخر بره از آخر انتخاب بکنه و برای آخر بره از اول انتخاب بکنه. این استراتژی که الان من میخوام با توجه به اون امکاناتی که توی گرستوپر داریم میخوام در نظر بگیرم که ساده باشه، نمیخوام سختش بکنم. واسه همین توی این کامپوننت هم میایم رپ رو فعال میکنیم. رپ هم که میدونی چیه دیگه، یعنی وقتی یک لیست متناهی دارید اگر یک آیتمی انتخاب بکنید که طولش بیشتر از عدد بیشتر از طول لیست باشه، میره از اول لیست انتخاب میکنه. خب برای این آیتم های همسایگی اینه. همسایگی سمت چپ 0 میشه 1. همسایگی سمت چپ 0 شده 0، درسته؟ همسایگی سمت چپ 1 شده 0 دوباره، همسایگی سمت چپ 0 اینجا شده 1 و الاخر. اینا همسایگی سمت چپ هستن. همسایگی سمت چپم سمت راستم همین جوری میتونیم پیدا بکنیم. اگر فکر میکنید الان دیگه میتونید این کار رو انجام بدید، من دیگه انجامش ندم. خب ما باید این سه تا همسایگی رو به صورت سه تا عدد پشت سر هم بیاریم کنار هم دیگه قرار بدیم. چه جوری؟ مثلا عدد همسایگی سمت چپ عدد اول، خود سلول مورد نظر عدد وسط، سلول سمت راست عدد سوم. خب میتونم با کامپوننت مرج اینها رو کنار هم دیگه بیارم. اول چپی، بعد وسطی، بعدم راستی. اینا رو گرفت میکنم که پیش هم دیگه قرار بگیرم. خب الان ما سه تا سلول رو کنار هم دیگه داریم توی شاخه‌های متفاوت، ولی کلا اینو بدونید توی حالا هر کد نویسی هم توی گراسوپر هر جا خواستید کدتون ساده تر بشه، سبک تر بشه در واقع، میتونید از تکست استفاده کنید. از عدد و تکست استفاده کردن خیلی راحت تره، خیلی سریع تره و توی لیست ها هم کمتر از دیتا تری استفاده کردن خیلی بهتره. البته توی گراسپر که مجبوریم از دیتا تری استفاده کنیم، منظورم توی کد نویسی بود. خب ما برای اینکه اینها رو تبدیل بکنیم به یه تکست، مثلا بشه 0 1 0، میتونیم با کامپوننت جوین تکست، اگه اشتباه نکنم تکست جوین، اینا رو با هم دیگه وصل بکنیم اینجوری. الان من به ازای هر سلولم یک همسایگیاشو دارم دیگه. خب حالا باید اون قانون رو درست بکنیم. اون قانون اینی که میگفتش که اون قانونی بود که میگفت اگر اینو دیدید حالت بعدی چی میتونه باشه، اگه همچین همسایگی بود حالت بعدی چی باشه. اون قانون هشتایی که تعریف میکردیم، اون قانون هشتایی رو خب میتونید تبدیل عدد به عدد باینری رو میتونید توی اینترنت پیدا بکنید، ولی اگر بخوام همینجوری توضیح بدم به این شکله که مثلا عدد 120 که دارید باید تا زمانی که عددتون تا زمانی که عددتون بزرگتر مساوی یکی، باید عدد اصلی رو تقسیم بر 2 بکنید و باقی موندهش رو در نظر بگیرید. به عنوان مثال 120 رو تقسیم بر 2 میکنیم، مثلا میشه 60.
باقی ماندهش میشه چی؟ میشه صفر. صفر میشه آخرین عددتون. دوباره 60 رو تقسیم بر 2 میکنیم میشه 30. صفر میشه عدد بعدی. از آخر ما باید چیز بکنیم و الی آخر تا برسیم به عدد 1. و هرچی هم اینا حالا در نظر تکنیکال بگم، هرچی هم کمتر بشه، چون ممکنه این عددتون کمتر از 8 رقم بشه، هرچی کمتر از 8 رقم شد باید صفر بندازید آخر عددات، یعنی که تأثیری هم نداره دیگه توی اون عدد. تعداد 8 برای ما مهمه چون ما 8 قانون داریم، ولی حالا این خروجی 2-2 که به ما اینجا میده ممکنه کمتر باشه، ممکنه بیشتر باشه. اگه کمتر بود یک سری صفر پشت اون عدد قرار بدید، و مثلا به عنوان مثال میگم اگه این به یه همچین عددی رسیدید، مثلا این 6 تاست، یک دونه کم داشت، اون آخر باید صفر بذارید. خب اینم قانونشه که به این ترتیبه. من توی سی شارپ اینو نوشتم که مثلا اگر 120 داشتید عددتون بشه چی؟ اون عدد 2-2 به این ترتیب میشه. خب ما میخواییم این قانون ها رو اعمال بکنیم روی این. خب کاری که باید بکنیم اینه که اول این دوتا رو خروجی هاشون رو باید یکسان بکنیم. خروجی هاشون الان به صورت تکسه و چسبیده به همه، این چسبیده به هم نیست. یک لحظه، خود این قوانین رو باید بیاریم اینجا. اینکه اگر یک 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 بود بشه چی؟ این در واقع خروجی، این در واقع قانون های ماست. اگر یک 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 داشتیم بشه صفر، اگر یک یک صفر داشتیم بشه یک، اگر 101 داشتیم بشه یک، 100 داشتیم بشه یک و الاخر. پس ما باید بیایم این آیتم ها رو پیدا بکنیم توی این لیست. ما باید در واقع بیایم ببینیم که هر کدوم از اینها کدومی که از این قوانین رو دارن در نظر میگیرن. پس میتونم از سیمیلار ممبر استفاده بکنم. ممبر ایندکس، ببخشید، از ممبر ایندکس استفاده میکنم. set to operate on member to search. خب member to search رو میدم اینا. و اونم که قراره سرچ بکنن تو ورودی اول قرار میگیره. توی این خروجی داره به من میگه که هر کدوم از اینا کدوم یکی از قوانین رو دارن در نظر میگیرن. خب حالا ما میتونیم، اینا اون آیتم این قوانین هستن. در واقع داره میگه که سلول اول شده یک یک یک، پس در نتیجه میشه صفر. من اینو میدم به یک لحظه، قد این عدد و قاطی شدن. خب این خروجی ها باید تعدادشون 20 تا باشه. سایت، آره باید تعدادشون 20 تا باشه که از این استفاده میکنیم. خب این حالت بعدی رو شکل داده، در واقع این
بر اساس این قوانین و این بر اساس این قوانینی که از عدد 120 در اومده و این حالات، این 8 حالت مختلف، حالت بعدی باید این باشه. خب این حالت بعدی باید بره توی D0 قرار بگیره که در انتها دوباره وارد ابتدای الگوریتم بشه و این اتفاقا روش اعمال بشه و بیفته. خب کاری که باید اینجا میکردیم این بود که ریکورد دیتا باید بکنیم، چون ما میخواییم هر لحظه دیتامون ثبت بشه و باید اون رو در نظر بگیریم. دیگه چی؟ دیگه فکر نمی کنم چیزی رو از خلم انداختم. ما در نهایت یک سری عدد داریم. یک سری عدد 0 و 1 داریم که من حالا به شیوه های مختلف میتونم اینو نمایش بدم. میتونم به صورت یک سری پوینت نشون بدم. مثلا پوینت من میتونه اینجوری باشه که به تعداد سلول ها میتونم گرید درست کنم. سلول های به تعداد سلول ها میتونم گرید درست کنم. مثلا 20 تا و آره اینجا 20 سلول داریم و آیتم اول و یک پوینتی از اینها در نظر بگیرم. سلام این پوینت رو، این پوینت گوشه رو براشون در نظر بگیرم. حالا بیام با این شیوه، بیام با این، بر این اساس در واقع این رو، اینها رو حذف بکنم. یعنی اگر یک داشتیم بمونه، اگر صفر داشتیم حذف بشه این نقاط، نقاطی که اینجا داریم. خب میتونیم از کال پترن مثلا استفاده بکنیم. پترنمون چیان؟ پترنمون همین هست. دیتا تیریش مشکل داره، باید یک شیفت بس بکنیم. اگر نمایش پوینت با، اگه بخوایم با پوینت اینا رو نشون بدیم میتونیم به این شکل نشون بدیم. حالا مثلا قانون سی اگه عوض بشه این از چپ به راسته. خب اینا رو میتونیم به صورت یک سری مربع هم نشون بدیم. چجوری؟ مثلا اینا رو کنج یک سلول مربعی در نظر بگیریم. طول عرضشون باید یک باشه. فکر کنم اینجوری روش سریعی باشه. حالا این مربع ها میتونن مثلا پر باشن، میتونن مش بشن. مثلا سیمپل مش بکنیم خیلی سریع میتونه مش بشه و سنگین نباشه. حالا این مشا باز یه رنگی بهش میدیم.
این یه باگی داره که من نمیدونم حالا به چه دلیلی این اتفاق افتاده. به این دلیل انگار. آره خب، این الان الگوریتمیه که برای ما، این مثلا همون قانون سی معروفه که تو جای مختلف میتونید ببینید پترنشو. اگه سوال دارید بپرسید که جواب بدیم. اگه بخواید اینم یه کاری بکنید که با تغییر اعداد کل الگوریتم عوض بشه، کل الگوریتم تغییر بکنه، بهتره که وارد ورودی بکنید. مثلا اینو کردید 32، تغییر بکن. چرا؟ مشکل داره و نمیشه. بارکد؟ نه فکر نمی کنم بارکد اینجوری تولید بشه، چون مثلا من همچین پترنی رو تو هیچ بارکدی ندیدم. ولی باز میتونه، اینکه بارکدها اینجوری درست میشن رو نمیدونم، ولی این میتونه یک بارکد باشه. همون دیگه، یعنی همون QR کد و یک همچین QR کدی رو من ندیدم، ولی باز این میتونه یک رمز باشه، میتونه، چون یک حالت اولیه داره و یعنی همه چیزش رو ما میتونیم دیکود بکنیم در واقع. میتونه در واقع به صورت معکوس هر کدوم از اون حالت و حالت قبلی رو شناسایی بکنه و به اون عدد مورد نظر برسه. خب خسته نباشین، امیدوارم که مفید بوده براتون این صحبت هایی که داشتیم. من این کد ها رو براتون میذارم توی همین گروه که تا اگه دوست داشتین ازش استفاده کنید. مرسی مرسی. خب خب بسیار عالی، قربان شما، خداحافظ. خدا حافظ. خدا.